سلام خوش اومدید به اپیزود 125 م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما خب این هفته ما یه ذره ممکنه شکل پادکست فرق کنه چون یه ذره میخوایم سریعتر فکچکار رو مرور بکنیم به دو دلیل یکی این که فکچکا یه ذره زیاده این دفعه و دلیل دوم اینه که ما از دیروز من و رضا و بچه های دیگه ای تیم داریم در توی ورکشاپی شرکت میکنیم چیز می زیاد میگیریم کارهای جدید تحقیقات دیجیتال و خب این ورکشاپ ها چهار ساعته در چهار روز ما الان که داریم زب میکنیم برعکس همیشه که صبح به وقت خودمون اینجا ما ضبط می کردیم الان ساعت دو نیم بعد از ظهره و باید سریع رو ضبط بکنیم برسونیم دست افشین افشین ادیت بکنه که برسه به جمعه صبح که به وقت تهران بر همین اگه دیدی دی ذره دی 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 ما داریم تون تون از رو فکت چک کار رد میشیم و سریع داریم توضیح میدیم بدونید علتش اگر اگرم که متوجه نشدید همه چی عادی بود که خب چه بهتر من یه چیزی فقط اضافه کنم به حرف شما شما گفتید دو نیم دو نیم چهارشنبه یعنی ما همیشه پادکست رو چهارشنبه زبط می‌کنیم این هفته هم چهارشنبه شب به وقت ایران داریم زبط می‌کنیم چهارشنبه نصف شب به وقت ایران داریم زبط می‌کنیم تا جمعه که منتشر بشه خب این توضیح همیشه میدیم که ممکنه نصف شب نیست ده شبه ده شب ممکن اتفاقای جدیدی بیفته <applause> که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نمیکنیم بله و اگر هم دفعه اولتونه که پادکست فکنامه رو گوش میدید فکنامه سایت فکچکینگه و کارش هم اینه که گفته ها و ادعاهای مقامات و مسئولین و شخصیت ها و رسانه های ایران رو بررسی میکنه و در آخر هم به هر کدوم از این گفته ها ما نشان میدیم که حالا بهشون میرسیم یه اتفاق بامزه که این هفته افتاده اینه که برای اولین بار تو این پادکست برای سومین هفته متوالی ما از یک فرد مشخص فکچک داریم تا حالا این اتفاق نیفتاده یعنی <تص> نه رئیس جمهور نه رهبر نه ایشکی و اونم کسی نیست جز حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و مشاور ابراهیم رئیسی این سومین هفته که ما از ایشون فکچک چک داریم و خب علتش هم اینه که اظهار نظرهایی که تو این یه چند مدت کرده خب تو رسانه ها خیلی باستاب زیاد داشته و واکنش ها رو برانگیخته. دوتا فکچه که قبلی درباره میزان جذب سرمایه گذاری بود اول گفته بود در جریان برگزاری نمایشگاه معرفی بستهای سرمایه گذاری منطقه آزاد بالغ بر دیویست هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جذب شده درباره نمایشگاه که در مشهد اخیرا برگزار شده که ما به اون نشان غیرقابل اثبات دادیم دربارش هم حرف زدیم تو دو تا اپیزود قبل بعدش گفت که اتاق سرمایه گذاری خارجی امارات قول دادن که تا 100 میلیارد یا وعده دادن که تا 100 میلیارد دلار حاضرن سرمایه گذاری کنن در مناطق آزاد ایران که ما هفته پیش دربارش حرف زدیم و به اونم نشان شاخدار دادیم و توضیح دادیم که 100 میلیارد دلار اصلا چقدر پوله و چقدر این عدد غیر واقعیه ایشون بعد از همه اون انتقادها و واکنشهایی که تو رسانه ها منتشر شد درباره صحبتاش اومد توضیح داد میزان سرمایه هایی که اینها خارج از امارات الان دارن به قول خودشون هم خب ما همین جمله رو فکر چک کردیم اینکه گفته میزان سرمایه هایی که اتاق سرمایه گذاری خارجی امارات در خارج از این کشور دارن هفت تریلیون درهمه آقا رزا برای ما اینو یه توضیح بده البته آقای عبدالملکی توی این صحبت خودش در واقع اومده پاسخ داده به یه سری ابهاماتی که حالا مطرح شده بود از جمله مواردی که ما توی فکچکمون مطرح کردیم و غیر از اون هم خیلی تو شبکه اجتماعی و اینها در حرف زده شد اون بحث عدد تو عدد بلد نیستی که اصلا داغ شده بود و همه در بارش در واقع نوعی پاسخ بله. به اونجا به اون اظهارات در واقع داره توضیح میده میگه حتی این رو میگه میگه این صد, دل... صد میلیارد دلاری که اماراتی ها گفتن به آقای عبدالملکی نه قرار نبوده یه ساله بشه ممکنه طولانی بشه اشاره کرده به توافق نامه ایران با چین که مثلا 25 سال طولش و اینها حالا این هفت تریلیون درهم قضیهش چیه حدس میزنیم یعنی توی اون سایت شورای سرمایه گذاران امارات که گشتیم حدس میزنیم که به حال یه خبری که ما هم پیدا کردیم یه خبری هستش که اونجا وزیر اقتصاد امارات داره توی نشستی صحبت میکنه و اونجا توی صحبتش میگه که ارزش دارایی های تحت مدیریت این شورا دارایی داره میگه در سال 2022 میلادی به 7 تریلیون درهم رسیده که حالا 7 تریلیون درهم ارزشش تقریبا میشه 1.9 تا 2, 2 تریلیون دلار اگه بخوایم ارزش دلارشو اما اون چیزی که مشخصه اینه که آقای وزیر اقتصاد داره درباره ارزش کل دارایی ها صحبت میکنه داره درباره اسید صحبت میکنه نه درباره سرمایه گذاری درباره اینوستمنت خب حالا اینجا مهمه فرق دارایی های یک کشور در خارج از کشور که برای سرمایه گذاری هم معمولا انجام میشه با اینوستمنت چیه فرقش اینه که اونجا منظور ارزش تمام املاک، مستقلات، سهام شرکت ها، کلیه سرمایه گذاری هایی که آدما انجام دادن، اموالی که دارن توی بورس کشورهای مختلف چیزایی که دارن. همه اینا رو که از اول تاریخ تا حالا جمع شده الان ارزشش رسیده به هفت تریلیون درهم نه اینکه سرمایه که در سال گذشته انجام دادن در دو سال گذشته انجام دادن در ده سال گذشته یعنی مهم اینجا اون بحث طول زمانه اون ارزش در یک دوره که از ابتدا بوده تا الان رسیده به 7 تریلیون درهم مال یه سال نیست مال دو سال نیست. در صورتی که سرمایه گذاری خارجی که ما داریم صحبتش میکنیم بحث اووردن پول تزریق پول تزریق سرمایه در یک دوره زمانی مشخصه اون چیزیه که در گزارش های کنفرانس تجارت توسعه سازمان ملل متحد که آنکتاد هستش اونجا میاد آمارش رو میده مثلا اونجا قبلا هم گفتیم ارزش سرمایه گذاری خارجی انجام شده توسط سرمایه گذاران اماراتی در سال 2022 میلادی حدود 25 میلیارد دلار بوده 24.8 میلیارد دلار بوده یا میزان کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته میلادی تو ایران 1.5 میلیارد دلار بوده یا اینکه مثلا میایم تمام اعداد رو جمع کنیم در طول 23 سال گذشته 58 نیم میلیارد دلار یعنی به 60 میلیارد دلار هم نرسیده چیزی که کلا سرمایه خارجی که ایران جذب کرده در واقع این چیزی که آقای عبدالملکی گفته الان این توضیحی که داده برای اینکه بگه که 100 میلیارد دلار در مقابل ارزش دارایی هایی که اماراتی ها دارن عددی محسوب نمیشه این توضیحی که داده نه تنها اون ابهامی رو از ابهامای های منطقی که به حرفش وجود داشت رو برطرف میکنه، بلکه یه ابهام دیگه ایجاد میکنه یعنی الان عبدالملکی داره میگه که اماراتیا ها گفتن تمام دارایی هایی که در کل دنیا دارن میان یک بیستمش رو از این ورون ور اونور جمع میکنن میان نقدش میکنن پولش میکنن میان مناطق آزاد تحویل آقای عبدالملکی میدن بگم بیا شما حالا سر <applause> یعنی دوباره یک فرض غیر منطقی عجیب غریب دیگه رو مطرح کرده و ورده میون که بازم میاد و همون همون ابهامایی که قبلا وجود داشت رو هم از نظر فیزیکی غیرممکن نیست 100 میلیارد دلار بیاد قرار بگیره خب اونها 100 میلیارد دلار چه خب خیلی میزان ثروت در کشور امارات خیلی بیشتر از اینات تو کاغذ شدنیه بله اصلا دارایی خارجی و داخلیشون رو بفروشن شاید بشه چند برابر این دو تریلیون دلار از نظر رو کاغذ میتونی همشو بیاری بذاری توی مناطق آزاد ایران ولی در عمل یه چنین اتفاق یک فرض نیازمنده یک در واقع مقدمات عجیب غریبیه که از نظر منطقی سازگار شما هیچ نشانه ای نمیبینی که هیچ نشانه و هیچ چشمندازی نمیبینی که به سمت و سوی این تصویر باشه که قرار مثلا یه تحول ایجاد بشه یه جذابیت گذاری ایجاد بشه که اماراتی‌ها برن جای دیگر ول کنن سرمایه‌اشون رو بکشن بیرون بیارن تو مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنن بنابراین ما به این حرف آقای عبدالملکی نشان گمراه کننده دادیم یه عدد خیلی بزرگی رو گفته بعد برای اینکه بگه این عدد درسته یه عددی رو مثال زده که مربوط سرمایه گذاری نیست بلکه مربوط ارزش کل دارایی هاست به همین خاطر خب هنوز اون ابهامایی که گفتیم برقرار و این عدد سرمایه گذاری 100 میلیارد دلار خیلی, خیلی 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 زیاد و عجیب غریب و تخیلیه ما این هفته یه فکت هم درباره موضوع حجاب اجباری داشتیم خب این هفته اتفاق خبرسازی که در این باره مطرح بود این بود که مجلس شورای اسلامی تایید کرد که لایه جدید حجاب لازم نیست در صحنه علنی تایید بشه بر اساس اصل 85 میره توی کمیسیون تایید میشه و بعد میره شورای نگهبان اونجا تایید بشه به صورت قانون موقت اجرا حالا این جزئیات زیادی داره ولی خب توی این جلسه واکنش های زیادی این طرح به دنبال داشت یکی از بحثایی که مطرح شد اعتراض یکی از نماینده های مجلس بود غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد که شهری تو استان آذربایجان شرقی توی سحن علنی میگه که با این تصمیم مخالفه و میگه که توی حرفاش اینو میگه وقتی یه دانش آموز ده ساله در مدرسه خلاف قانون عمل کنه باید والدین که صبح دانش آموز رو فرستادن مدرسه شب برن کلونتری اون رو تحویل بگیرن و این میتونه جامعه رو به هم برسه که در واکنش به این صحبت ها آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگه که نه این حرف دروغ محض اینطور نیست این که میگیم بودن جمع کنه این کاملا دروغ محصه. خب ما رفتیم سراغ این ادعای آقای غالیباف و از همین الان هم بگم بهش نشان نادرست دادیم حالا علتش چیه؟ چند تا دلیل داره از همین مهمتر تبصره پنج ماده 46 این لایه هست که اونجا گفته شده که در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف هجاب یا عدم رایت هجاب شرعی بشن اول به کمیته انضباطی و بعد اگر تکرار کنن به فراجا معرفی میشن فراجام که فرماندهی نیرو انتظامی پلیس پلیس خب کلمه دانش آموز یا مدرسه تو تبصره نیمده ولی گفته شده محصل و دانشجو که خب این کلمه محصل رو میشه به عنوان دانش آموز در نظر گرفت یا اینکه گفته شده آموزشگاه که اونم در قوانین مختلف قبلا سابقه داشته که به جای مدرسه به کار رفته یعنی مدارس زیر نظر آموزش پرورش رو به عنوان آموزشگاه هم ازشون اس برده شده توی سری قوانین پیشتر از این البته درباره این موضوع مدرسه و آموزشگاه یه اختلاف هم هست ما لینک یک گزارش رو گذاشتیم تو مطلبمون مسئولان مختلف نظرات مختلف دارن ولی به هر حال حتی اگه فرض کنیم آموزشگاه همون مدرسه نیست یا نمیتونه باشه باز هم این امکان به لحاظ قانونی وجود داره که یه دانش آموزی که زیر 18 ساله توی یک نگه نگیم مدرسه توی مؤسسه آموزشی توی کلاس زبان توی هر آموزشگاه دیگه باشه به دلیل بیهجابی طبق این قانون میتونه تحویل کلانتری بدنش با این حال یعنی اینم بذاریم کنار دو بار دیگه هم تو این لایحه به دانش آموزا اشاره شده یکیش خیلی مهمه که میگه باید بانک اطلاعات دانش آموزان در اختیار زابطان قضایی باشه که بتونن هویت افراد دستگی شده رو پیدا کنن یه جای دیگه هم گفته شده که آموزش و پرورش باید برای دانش آموزا درس کود یا همون ضوابط پوششی تعیین کنه خب یعنی تو همین لایحه ما چنین چیزهایی رو داریم ضمن اینکه اصلا تو این لایحه چیزی درباره سن یعنی 18 سال به پایین و اینها اشاره نشده یعنی گفته شده فهم به طور عام گفته شده اگه هجاب رایت نشه برخورد میکنن و جریمه میکنن و از این چیزا مستثنا نشده کسی ولی حالا به جز اینا ما تو قوانین دیگه ای که همین الان داره اجرا میشه و لازم و اجرام هستن چیزی به عنوان محدودیت سنی رو نداریم چون اصلا بر اساس شهر که این قوانین دارن, دارن, تصویب میشن خب برای دخترها میشه سن بلوغ این قضیه اجبار حجاب و از همون 9 و 10 سالگی دیگه و بارها و بارها هم دیدیم که گشت ارشاد افراد زیر 18 سال رو هم به همین خاطر به خاطر حالا اون چیزی که بد پوششی میگن دستگیر کرده و فرستادن به اداره پلیس و وزرا در تهران حالا اگه تو تهران باشه خلاصه مجموعی این چیزهایی که تو این در قانون وجود داره و در این لایحه‌ای که قرار قانون بشه یا دارن سعی میکنن تبدیل به قانون بکننش این حرف آقای محمد باقر قالیباف نادرسته و به لحاظ قانونی هنوز طبق این لایحه به شکل کنونیش چنین امکانی وجود داره که دختران زیر 18 سال هم شامل به کلانتری فرستادن بشن آقا رضا این هفته یه گفتم از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه رو فکر چک کردیم یه توییت کرده که و تو گفته که 13 مرداد در جریان یک دیدار رسمی از پاکستان در کراچی داخل پرانتز مرکز اقتصادی پاکستان بولواری مهم در این شهر به نام امام خمینی مزین و پرده برداری شد حالا ما برامون سوال پیش اومد یکی دو نفر از مخاطبان برامون فرستادن به عنوان پیشنهاد که به این سوال جواب بدیم و بریم تا... توش رو در بیاریم ببینیم مثلا این بولوار کجاست اصلا جای مهمی هست نیست قضیه چیه خب خ... خ... خی... خیلی فرچه که سختی نبود پیدا کردن خیابون که خب راحته تصویر پلاک این خیابون منتشر شده که آدرس هم روش هست یه خیابونیه به اسم Old کلیفتون رود که به شاهراه امام خمینی تغییر نام داده کم بوده شهرهایی که اسم امام بلوار امام خمینی و اینا دارن توی کراچی هم یه جایی گذاشتن اضافه کردن خب ما نقشه های منطقه رو در آوردیم توی مطلبم آپلود کردیم کلا اونجا یه محله و منطقه قدیمی خیابونمندی های بزرگی داره خیابون های پن امارت های بزرگی توی اون محله هست ولی خب خود همون خیابون از همه خیابون هایی که اون اطراف هستن همه خیابونه که اسمش شده خمینی خب از یه یه مقدار کوچیک 20 تا پلاک ثبتی داره که یکی از این 20 پلاک هم کنسولگری خود جمهوری اسلامی یه رستوران توش هست یه مغازه هست یه مرکز آموزشی و بقیه هم هایی هستن که های بزرگ و گران قیمتی هم هستن بله محله محله گران قیمتیه یعنی نگاه که میکنیم به طول این خیابون میبینیم که یعنی مشخصه که وزیر امور خارجه یه مقدار درباره مهم بودن این بلوار اینا اقراق کرده این خیابون و بلوار نمیشه جز حالا بلوارها و خیابونهای مهم کراچی حساب که خیابونیه که برها نزدیک کنسولگری ایران بوده جز محلات گرون قیمت هم ولی به اون شکل اهمیت ندارد سر تهش تا تقریبا 400 متر یه خیابون کوچیکیه تو اون منطقه و همین دلیل ما به این گفته آقای عبداللهیان امیر عبداللهیان نشان نیمه درست دادیم چون گفته یا آمار واقعیت داره طبق تحریفی که ما از این نشان داریم اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیازه و در برخی موارد ممکنه جزئیات مهم ذکر نشده باشه خب این هفته یه فکچک هم داشتیم از شبکه های اجتماعی فکچکی که به حال به تئوری توته هم پهلو میزد یه ویدیویی منتشر شده بود که توش فردی ادعا میکرد با سجده کردن میشه امواج مضر EMF ام رو از بدن تخلیه کنه امواج EMF ام در بدن من در حال جریان پیدا کردن حالا فکر میکنی چرا استرس و اضطراب داری فقط با گوشی دست گرفتن تو داری امواج ای ام تو بدن خودت وارد می‌کنی. این روزا همه حالشون بده و به دنبال علت تو عوامل بیرونی میگردن در حالی که علت هم اینجاست ایرپاد بر فرض مثال گوشی رو اصلا بیخیال من ایرپاد رو میذارم تو گوشم که بیام در نهایت یا الان موزیک گوش بدم خیلی هم چیز با یه گرون پول میدم بالاش و در نهایت فکر میکنی چی میشه من ایرپاد رو فقط توی گوشم گذاشتم و این امواج داره بین سر من جابجا جا میشه ببین چقدر این قضیه توی زندگی ما تاثیر داره حالا چطور میشه این امواج موضع رو از بدن خودمون تخلیه بکنیم ببین من از اسلام دفاع نمی کنم خودم مسلمان خوبی نیستم مینیممش اینه که من کلکسیون ویسکی دارم ولی با سجده کردن با اتصال نقاط مختلف بدنت به زمین دقیقا مثل سیم برق که میان به ارت وصل میکنن که در زمین اون انرژی تخلیه بشه عین همین کارو میشه انجام داد با قدم زدن روی شن با قدم زدن روی چمنها بدون کف شدن پایی با رفتن توی طبیعت همین دستگاه EMF سنج اگر شما ببرید طبیعت فقط خب فقط... این سوژه جالبی بود این آقایی هم که صدا شنیدید اسمش از آدم مرادی تا اسم اصلش آدام نیست اسم ازش خشایاره ولی خب معروف به آدم مرادی و این فکچه که ما هم خب خیلی واکنشا داشت که بهش میرسیم ولی سعی, سعی میکنم سریع توضیح بدیم که قصه چیه خب ما اولین ویدیو رو تو صفحه اینستاگرامی یه صفحه اینستاگرامی به اسم شیعه پرسمان دیدیم اولین بار برامون فرستادن مخاطبا و ما دیدیم که 87000 هزار تا لایک گرفته این پست و خب نشون میده که مورد استقبال قرار گرفته و ویدیو حدودا یک دقیقه و نیمه این آقای آدم مرادی نشسته داره توضیح میده یه دستگاهی هم دستش گرفته و میگه این دستگاه اسمش EMF سنج الکترو الکترومگنتیک فیلد دستگاه سنجش الکترومغناطیس یعنی میدان الکترومغناطیس که میرسیم به این چیزا همینجور که شنیدید میگه این موبایل نزدیکش که میکنید یا موبایل رو که دستش میگیرید این اختار میده این دستگاه و نشون میده که این امواج, امواج خطرناک داره در بدنتون میچرخه و خب شنیدین دیگه میگه با سجده کردن و اتصال بدنتون به زمین این امواج رو میتونید تخلیه کنید نسخه اصلی این ویدیو هم تو صفحه خود آدم مرادی 291 هزار لایک گرفته خودش هم خود این صفحه اینستاگرامی بیشتر از یک میلیون فالوور داره یک میلیون و 400 هزار تا فالوور داره چهار میلیون فالوور داره میلیون البته زمانی که ما داشتیم این گزارش رو می نوشتیم هنوز منتشر نکرده بودیم اینستاگرام صفحه تو... یعنی صفحه آقای مرادی تو اینستاگرام هست شده بود که خود اینم حالا چیزی داشت برای ما یه حاشیه‌ای داشت که حالا آخر سر بهش اشاره میکنیم بله این هاشیه زیاد داشتین این فکچک ولی خب بریم سراغ خود ادعا این ادعای استفاده از سجده برای دفع امواج و سیگنال های مزر بدن خب مسئله جدیدی نیست فارس هم یه گزارش داره سال 87 درباره همین موضوع این حتی ظاهرا وارد فضای دانشگاهی ایران هم شده یه فردی به اسم حسین نجفی که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ماه دشت البرز بوده یک مقاله نوشته به اسم سجده در نماز عامل تخلیه امواج الکترومغناطیسی بدن یعنی این بحث تخلیه امواج الکترومغناطیسی و مزر بودن این امواج و تاثیر منفیش در بدن یه بحث سابقه داره و اینکه خب بیشتر هم همه ربطش میدن که راه حلش چیه راه حلش این که سجده کنی سر رو بذاری رو زمین که این امواج منتقل بشن به زمین و از بدنتون تو خارج بشن چیز جدیدی نیست که آقای مرادی تازگی گفته باشه این سال هاست که داره میچرخه حالا به جز این جای دیگه هم این ادعا مطرح شده حالا آقای آدام مرادی کیه تو وبسایت خودش ایشون خودش رو فردی معرفی کرده که بیش از ده ساله که در حوزه بازارهای مالی و کارآفرینی و حالا مربی و یا اصطلاحی که میگن کوچینگ لایف کوچ و این صحبت ها فعالیت میکنه به حال یعنی تخصص این قصه رو نداره این یعنی ایشون نه دانشمند این حوزه است نه متخصص این حوزه بیشتر کارش حالا برید ببینید کارش تو کوچ میکنه رمزرز و تریدینگ و اصلا اسم کانالش آدم ترید تریدینگ کریپتوکارنسی و این صحبت هاست حالا آدم مرادی رو ولش کنی بیا این برای اون توضیح بده این EMF سنجا چیه قضیهش همین میدان الکترومغناطیسی سنجا اینا چیکار میکنه چی اون ای چیه اون دستگاهی که دستش گرفته چیه توضیح برامون بده آفراد ما توی گوگل این دستگاه رو این ابزار رو که سرچ میکنیم میرسیم به یه تصویر از سایت ابهر الکترونیک و خب عینا عکس این دستگاهی که دست آقای مرادیه رو میتونیم ببینیم اونجا این یه سمارت سنسوره یعنی یه حسگر هوشمنده که تو چین ساخته میشه کارش چیه هم شدت میدان مغناطیسی رو اندازه میگیره و هم دمای هوای محیط رو بنابراین کاربردش مشخصه و باهاش هم نمیشه امواج موبایل و وایفای و بلوتوس و این چیزها رو ردیابی کرد یعنی اون امواج م... الکترومغناطیسی هم تو یه طیف مشخص تو یه های مشخصی اندازه میگیره یعنی همین که میگی اونجا که میبره دم ایرپادش و اینا هم اونجا اصلا امواج رو شناسایی نمیکنه درسته نه چون قابلیتی نداره حالا سوال اینه که آیا اصلا امواج الکترومغناطیسی میتونن اونجوری که آقای مرادی میگه باعث استراب بشن البته اصلا بحث استراب و اینها هم مطرح نیست بحث درباره مضر بودن امواج الکترومغناطیسی درباره سلامتی برای سلامتی انسان ها و موجودات دیگه خیلی بحث دامنه داری داره مطرح میشه ما هم توی فکنامه قبلا بهش پرداختیم یه مطلب خیلی خیلی مفصل چند هزار کلمه ای نوشتیم درباره اینکه آیا امواج وایفای امواج همین موبایل مایکروویو اینا برای سلامتی ضرر داره یعنی بحث خیلی مفصل و دامنه داره که اثبات هم نشده یعنی گمانه درباره ضرر داشتن اونا مطرح شده ولی بحثی هستش که اینا از طریق آزمایش های تکرار اینا تجربه نشده توی مطلب هم اشاره کردیم به این موضوع یه اشاره گذرایی داشتیم بله اینا همیشه داره بررسی میشه دارن روش کار میکنند ولی تا الان اثبات نشده که اینها روی سلامتی اثر منفی داشته باشه یا اصلا اثری داشته باشه به اون صورت و به اون که واقعا مثلا بخوایم بازنگری بکنیم در اینکه حالا موبایل دستمون بگیریم یا نگیریم خب ما به تیف, های مختلف و تو تیف های مختلف این امواج رو تو مطلب توضیح دادیم مرکز این تیف نور مرئیه که نوریه که میبینیم همیشه همه جا ما یه سری امواج دیگه داریم که از نور مرئی قوی ترن مثل فرابنفش و بعدش اشعه اکس و بعدم گاما خب این امواج میتونن تو در شرایطی که بدون کنترل باشن امکان ابتلا به سرطان رو زیارت کنن و آسیب بزنن به به انسان و برای همین هم پروتکل وجود داره براش دیگه برای اونها بله ولی اون امواجی که زیر نور مری هستن یعنی ضعیفترن اصولا چیز خطرناکی نیستن یعنی حتی بدن موجودات زنده هم اینقدر از امواج رو از خودش ساطع میکنه ولی خب باید بدونیم که این امواج یه چیزی درست میکنن که بهش میگن اثر حرارتی ما الان داریم مثلا درباره یه امواج رادیویی صحبت میکنیم امواج امواجی که حالا وای فای موبایل بافت بدن که در معرض اینها قرار میگیره گرم میشه و خب این نباید زیاد باشه یه حد استانداردی داره که تو دستگاه هایی که تو دست و بال عممون هم هست اینا استانداردش رعایت هم میشه بنابراین امواج الکترومغناطیسی باعث استراب نمیشن ضمن اینکه خب امواج رادیویی هم میدونیم که همه جا رو گرفته شما کیلومتر هم دور بشید از شهر هم بازم امواج رادیویی وجود دارن اصلا تو طبیعت هم هست امواج بله مثلا رعد و برق هم اینو تولید میکنه معلوم دستگاهی که برای سنجش این دستگاهی که هست آقای مرادیه برای سنجش فرکانس خاص شهری طراحی شده رو اگه ببری تو طبیعت هیچی نشون نمیده به خاطر اینکه حساسیتش اصلا اونقدر نیست این دستگاه حتی فرکانس وای فای و اینها هم نشون نمیده یعنی او اصلا برای سنجش یک طیف خاصی فرکانس دستگاه ها و ابزارهایی که مثلا تو آشپزخونه هستن فرکانسی که یخچال تولید بازه عمل کرده این دستگاهی که آقای مرادی دستش گرفته در محدوده سی تا سی ست هرتزه یعنی میتونه تابش ناشی از برق ولتاژ بالا و بالای لوازم خانگی رو اندازه گیری کنه در حالی که امواج موبایل تو محدوده چند صد تا چند هزار هرتزه یعنی ما مگا یه میلیون برابر گیگا یه میلیارد برابر یه واحدی هستن بنابراین این دستگاه اصلا برای اندازه گیری اون امواج موبایل و وایفای و بلوتوث و اینها کارکردی کردی نداره و اصلا خود دستگاه هم یه چنین ادعایی رو نداره که میتونه اندازه گیری کنه این یه بخشش این یه بحثش پس چیزی که آقای مرادی اندازه گیری داره میکنه امواج ال... الکترومغناطیسی و اینها نیست بخش بعدیش هم اینه که بحث اتصال به زمینه که اونم دیگه اصلا اونم دیگه ماجرا داره اگر قراره که اتصال به زمین یعنی اونم از یک تلقی آمیانه غیر علمی میاد که اتصال به زمین رو برقرار کنید امواج خالی میشه که حالا اگر به فرضم بشه که اینطور نیست که اگرم به فرض بشه حالا چرا باید حتما پیشونی به زمین بخوره یه سطح بزرگتری آدم میشینه رو زمین خب سطح بزرگتری با, بزرگتری با زمین در تماسه دراز بکشه دراز بکشه رو زمین آره <تصفيق> 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 یعنی کلا بحث سجده نداشتن و اینها هم یه بحث دیگه است که مجموعه اینا رو که با کنار هم دیگه گذاشیم بینا چه که باید به این گفته نشان شاختار بدیم که خب ظاهرا این به مذاق آقای مرادی هم خوش نیامد خیلی واکنش سفت و سخت و شدیدی داشت به فکنامه او که اصلا هنوزم ادامه داره حالا اینم بگیم ایشون در روزهای بعد از انتشار این قضیه کلا ظاهرا همه چی رو تعطیل کردن و کلا تو توییتر و همه جا فقط واکنش به این که البته ایشون در بعدش یه جوابم به ما دادن یه لینکی فرستادن که ثابت کنه که حرفش درسته یه اسکرین شاتی از یه سرچ گوگل فرستاد برای ما برای ما که نه حالا یعنی در شبکه اجتماعی منتشر کرده در پاسخ به فکچک ما نشون میده که در گوگل سرچ کرده is emf source of stress و خب که لینک داده شده به یک مقاله ای و در اون مقاله این مقاله هم منبعش کتابخانه پزشکی ایالات متحده آمریکا و در اونجا این جمله نوشته شده که EMF is known to impact on biological system by increasing ROS which causes oxidative stress فقط مشکل اینجاست که این اون استرسی که اینجا استرس اکسیداتیوی که اینجا نام برده شده هیچ ارتباطی با استراب نداره در واقع یک مفهوم در, مفهوم در بیوشیمیه و اون استراب روانی که انگزایتی و اینا انگزایتی میشه و این اون نیست در قضیه حال ما اینو یه جوابی هم به این قضیه اضافه کردیم به واکنش آقای مرادی آقای مرادی تا الان 21 تویت و پست تلگرامی در واکنش به این فکچه که ما منتشر کرده طرفدارانشون هم خب خیلی عصبانی هن و حمله کردن به شبکه های اجتماعی فکنامه و آخرین باری که ما فهم کنم دفعه سوم همچین واکنشی رو از در به خاطر یه فکچک میگیریم دفعه اول برای آقای کشه بود مهران توکلی کشه که یه اپیزود هم داریم دربارهشون کنم دو سال پیش زمان اوایل کرونا بود دفعه بعد فکچک گفته های آقای محمد علی تاهری بود که همچین واکنش که مثلا یک هفته طول کشید واکنش ها و بد و بیرا و اینا حالا هم که آقای مرادی وچه مشترکشون هم آقا فرهاد شپه علم و یه فضای کالتیه بچه مشترک هر ستای اینای هم که یعنی حملاتی هم که صورت بله. دیگه سری طرفدار متاسب به اضافه شپه علم یعنی اینا چیزی شپه علم راست میگه هر ستاشون اصل شپه علم دارن استفاده از کلمات و اصطلاحات یعنی پوشش علمی برای گفتهایی که خب اساسا سندی برای اثباتشون وجود نداره در علم خب ما همینجور که گفتیم حالا وارد جزئیات نمیشیم چون اگه میخواستیم صحبت بکنیم قصه زیاده در مورد این فکت چک ولی حالا این مثالی که آقای مرادی فرستاده با این سرچ گوگل اتفاقاً ما یه ویدیو ازش از این ماجرا چند چم... پارسال منتشر کردیم ویدیوهای مکتب خانه که حالا به شکل مقاله هم هستن تو پادکست هم دربارهشون صحبت کردیم 15 تا ویدیو آموزشی یکیش اتفاقا اصلا درباره همینه که چطور با گوگل کردن میشه گمراه شد نمونهش همین نمونه همین کاریه که آقای مرادی کرده با این قضیه یعنی چرا با هر چیزی که سرچ بکنی لزوما اون چیزی که جواب درست رو نمیگیرید در گوگل این خیلی مهمه که ما باید حواسمون باشه که چی داریم میپرسیم چه کلماتی داره سرچ میشه و اون نتیجه چیه دقیقا لزوما هرچی چی نت... که گوگل به ما ارائه بکنه جواب درست نیست نمونهش هم گفتیم که اگر در مورد زمین تخت بخوایم تئوری زمین تخت بخوام سرچ کنیم در گوگل خب ده ها یا شاید صد ها هزار حالا تو گیومه سند و مدرک رو بکنه برامون و این ولی این نشونه این نیست که حالا زمین تخته یا سجده باعث تخلیه امواج الکترومغناطیسی میشه سجده درسته یا سجده آقا رضا سوال خوبیه نگاه کنیم بعدا حالا چک بکنیم ده خدا چی گفت این خلاصه این یه بحث دیگه به هر حال جنبندی بخوایم بکنیم این بحث که سجده یا سجده کردن امواج مزر EMF رو از بدن انسان تخلیه میکنه نشان شاخدار دادیم بهش چون اساسا بی اساسه این هفته یه فکچه که دیگه هم از شبکه های اجتماعی داشتیم که مربوط میشد به دیوار نویسی روی دیوار سفارت بریتانیا ماجرا از تویت. سفیر انگلیس شروع شد تو ایران که توییت کرده بود به مناسبت روز خبرنگار و از جمهوری اسلامی خواسته بود خبرنگاران که خود سران بازداشت کرده اونها رو آزاد کنن خب این توییت واکنش های زیادی رو در توییتر داشت مخصوصا کاربران ارزشی و چهره های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی خب اعتراض کردن بهش گفتن این مداخله جویان است این وسط یه آقای به اسم مجتبا زارعی که ظاهرا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس هم هست معاون پیشین وزیر کارم بوده اون یه توییت کرد و تلویحا تهدید کرد که دوباره اگه این حرفا رو بزنید دوباره میریم روی دیوار سفارت بریتانیا شعار می‌نویسیم شعار نویسی میکنیم. که خب این توییت هم واکنش داشت اشارش هم به اون شعار نویسی بود که روی سفارت بریتانیا و فرانسه و یکی دو تا فکام دیگه حداقل این دو تا شما نویسی کمترین <applause> کاری کرده که... <applause> بودن نه این دفعه اصلا دیگه قصه فرق دیگه و هی رنگ میکردن دوباره اینا میمدن شوهر می, می نوشت. خلاص حالا خود این توییتی که این آقای مشتبه زارعی نوشته بود اینم واکنش داشت از جمله آقای حسین سارمی که خودش هم ارزشیه و فعال رسانه اصولگراه اون اومد یه توییتی نوشت به این معنی که این یک اسپری رنگ که پایدار چیا دست گرفتن بیش از 500 هزار پوند قرامت برای ایران به جا گذاشته خبری که هیچ وقت رسانه ای نشد چون قرار نیست هزینه سازی رو به گوش مردم برسونه خب آقا فراد برامون بگو این فکت چی بود و ما چی رو فکت کردیم و به چه نتیجه رسیدیم اینو چند نفر دیگه هم گفته بودن به جز آقای سارمی آقای عبدالرضا داوری هم. همچین ادعایی رو کرده بود تو توییتر و این موضوع رو بهش اشاره کرده بود و این قضیه 500 هزار پوند قرامت سر شارنویسی نویسی البته بعدتر در واکنش به توییت آقای داوری و خب آقای سارمی خبرگزاری ایسنا یه مطلب خیلی کوتاه منتشر میکنه و به نقل از یک منبه آگاه بدون اینکه اسمشو ببره گفته که این مسئله دروغ محض و ایران بابت شعار نویسی ها قرامتی به بریتانیا پرداخت نکرد ولی خب هیچ سندی هم ارائه نداده به جز این هیچ مقام رسمی هم صحبت نکرده من از خود خبرنگاری که این خبر رو نوشته بود در توییتر ازش پرسیدم که خب چرا هیچ مقام رسمی واکنشی نداشته که خب جوابی به من نداده ولی به حال ما رفتیم بررسی کردیم خیلی خلاصه اگه بخوام بگیم به طور کلی بر اساس قوانین بین مللی ایران باید قرامت بده چون مسئول تامین, تأمین امنیت همه سفارت خونه از یه طرف دیگه هم حرفای مقامات جمهوری اسلامی هم تو این زمینه مبهمه ولی از اون کسانی که این ادعای پرداخت رو مطرح میکنن هم سندی براش ارائه نکردن به همین خاطر هم ما به هر حال نتونستیم به نتیجه قطعی برسیم و بهش نشان غیر قابل اثبات دادیم یه ابهام دیگه اینه که اگر به کلی این خبر نادرست باشه خب مقامات وزارت خارجه معمولا بهش واکنش نشون میدن ولی چیزی نگفتن یعنی حالا ممکنه این عدد نباشه ولی ممکنه یه قرامتی پرداخت شده باشه دقیقا این نباشه کمتر باشه یا توافقی پشت پرده بین دو تا دولت صورت گرفته باشه به هر دلیلی که خب مثلا بریتانیا از حق خسارتش بگذره به هر دلیلی میتونه باشه ولی خب طبق اسناد و مدارکی که موجوده ما نمیتونیم به نتیجه گیری برسیم اگه چیز جدیدی منتشر بشه ما میتونیم این خبر رو آپدیت میکنیم و این فکت چک رو آپدیت میکنیم ولی فعلا این ادعا غیر قابل اثبات قبلا هم سابقه داشته اگه یادتون باشه چند سال پیش سال 99 هم یکی از نماینده های مجلس گفته بود که 27 میلیارد تومن بابت ترمیم آثار هنری آسیب دیده در جریان حمله به سفارت بریتانیا تو سال 91 به این دولت پرداخت شده اونجا هم ما غیرقابل قابل اثبات دادیم اونجا هم تقریبا مثل همین سند و شاهدی مبنی بر اینکه اینو بتونیم ما تایید یا رد بکنیم وجود نداشت و ممکنه قرامت داده شده باشه یا ممکنه به هر دلیلی یک جور دیگه به توافقی رسیده باشن برای همین اون هم نشان غیر قابل اثبات داشت نه مقام های ایرانی درباره این موضوع و رسانه های ایرانی راجع به این موضوع حرف قطعی زدن نه حتی منابع درسته. انگلیسی و اینها هم اونا هم چیزی نداشتن دیگه نه کلن مبهم بله برای همین نه این طرف سندی برای 500 هزار تای خودش داره ارائه میکنه نه اونور در ردش خب فکچک دیگه ای که با باید بریم سراغش گفتیم دیگه این فکچک ها زیاده این هفته تون تون باید ازشون رد اینو یکی رو رضا برامون توضیح میده ماجرام اینه که کانال افسران جنگ نرم که بیشتر خب محتوای مورد پسند حکومت رو منتشر میکنه یه خبری تازگی ها منتشر کرده که میگه سه هزار نخبه به کشور برگشتن ما سراغ این خبرم هم رفتیم همون اول هم متوجه شدیم که این خبر بازیافته یک گزارشیه که سه هفته پیش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر کرده ولی خب آمارها و داده هایی وجود داره که میشه باهاش درستی این صحبت رو بررسی کرد و آقا رزام دقیقا همین کار رو کرد و الان اگه میشه برامون توضیح بده که به چه نتیجه رسیدیم بله خوشبختانه الان یه چند سالی هستش که رصدخانه مهاجرت ایران یه کتابچه منتشر میکنه به اسم سالنامه مهاجرتی ایران که توش بسیار بسیار داده های خوبی هستش داده ها از منابع مختلف و گوناگونی جمع آوری شده و اصلا خیلی نکات جالبیه هر دفعه که این سالنامه آماری رو خود من ورق میزنم توش یه عالمه چیزای جدیدی پیدا میکنم به خاطر همین توصیه میکنم که یه ورق بزنید یه نگاه بکنید لیست دیتا ها و اطلاعاتی که داره رو ببینید منابعش رو چک بکنید جالبه توش یه عالمه داستان و قصه و اینها هست برای روزنامه نگارا به خصوص باید این رو به عنوان مرجع و منبع مطمئن و قابل اطمینان زیر دستشون بذارن ما هم برای این فکت چک رفتیم سراغ این داده های در واقع آماری رفتیم سراغ سالنامه مهاجرت ایران در سال 1401 که خب اونجا یه بخشی داره درباره بازگشت افراد متخصص و دانشمندان ایرانی غیر مقیم که ظاهرا یه طرحی معاونت علمی فناوری جم... ریاست جمهوری یه طرحی داره که بر اساس این تر یه سری امتیازهایی میده به افرادی که خارج از ایران درس میخونن تو دانشگاه معتبر تو شرکت های معتبر کار میکنن مشوقهایی میده برای سربازی برای تاسیس شرکت وام میده تسهیلات تسلی... میده این یعنی چیزها که اینا برگردن بیان داخل ایران یه سامانه ای دارن که میتونن برن داخل اون سامانه درخواستاشون میره تو یه هیئتی بررسی میشه خلاصه طبق آمارهایی که خود معاونت علمی فناوری منتشر کرده از ابتدای سال 1393 تا پایان تیر 1401 در مجموع 2487 نفر با استفاده از تحصیلات این طرح به ایران برگشتن یعنی تحصیلات طرح به اصطلاح بازگشت نخبگان ما خب لیست این افراد رو نمیدونیم نمیدونیم چه ویژگیهایی داشتن چقدر ولی خب گفته میشه که اینا از دانشگاه معتبر اومدن و اینها خب این با سه هزار تا فاصله داره 500 نفر فاصله داره از تیر ماه پارسال تا در واقع از تیر 1400 تا الانم خب ما ایران شاهد اعتراضات گسترده سال 1401 بعد از کشته شدن محسا امینی بوده نمیدونم تو این شرایط چقدر محتمله که برگردن افراد از این تر افرادی که تو دانشگاه معتبر خارجی یا تو شرکت معتبر خارجی هستن از این استفاده بکنن برگردن ولی به حال خیلی اختلافی نداره 3000 نفر با 2500 نفر اینو ازش میتونیم بگذریم و قبول بکنیم اما این آمار بدون اشاره به برآوردی که از خروج نخبگان ما داشته باشیم تصویر گمراه کننده ای از واقعیت ترسیم میکنه سه هزار نفر اومدن در شرایطی که چقدر نخبه از کشور خارج شدن خب ما آمار دقیقی نمیدونیم ارائه بدیم اما میدونیم که طی 20 سال گذشته سالانه به طور متوسط 2463 نفر روندش کنیم 2500 نفر سالی به جمعیت دانشجویان ایرانی مقیم خارج اضافه میشه خب این با این حساب اگه فکر کنیم همه اینا ناخوشن فقط 14 درصد این جمعیت به داخل برمیگرده یعنی میانگین که بگیریم کسایی که برگشتن تقریبا 14 درصد میشن اما خب جمعیت نخبگانی که میرن از ایران خارج میشن یا مقیم خارج هستن همشون که دانشجو نیستن خب خیلی هاشون کار میکنن خیلی هاشون توی شرکت معتبر هستن ما اگه بیایم جمعیت خیلی هاشون نیروی کار بسیار ماهری هستن استارتاپ ها هستن رفتن تو خارج از کشور کار میکنن یا تو استارتاپ اونا رو اونا رو چه جوری حساب بکنیم ما برای اینکه بیا برآوردی داشته باشیم ببینیم که چقدر ایرانی از کشور خارج میشه طبق برآورد هایی که رصدخانه مهاجرت ایران انجام داده توی یک دهه گذشته به طور متوسط هر سال 86 هزار ایرانی از مقاصد اصلی مهاجرت اقامت دائم یا موقت گرفتن یعنی از آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه از اینا 86 هزار نفر سالی اقامت دائم به موقت میگیرن اگه فرض کنیم تنها دو درصد تا 5 درصد این افراد شرایط نخ... یعنی طرح بازگشت نخبگان رو داشته باشن به این معنیه که هر سال 1700 تا 4300 تا نخبه از کشور خارج میشن 330 تاشون برمیگرده ما به هر حال اینا رو این اطلاعاتو گذاشتیم داده ها رو گذاشتیم و به این مطلب و این چیزی که باشگاه افسران جنگ نرم منتشر کرده بود نشانه گمراه کننده دادیم یعنی در واقع اون عدد نادرست نیست ولی داره با اون عدد درست واقعیت رو یه جوری دیگه جلوه میده میدونی آها فراد عدد داده مقیاس میخواد این سه هزار نفر نخبه برگشتن اولا که چند وقت طول کشیده برگشتن از 93 تا الان این هم, هم پول دادین و تر پیاده کردین و اینا برگشتن دوما سه هزار نفر چ... در چه مقیاسی برگشتن چند هزار نفر آه. رفتن که سه هزار نفر برگشتن به خاطر همین نشانه گمراه کننده چون واقعا ممکن بود یکی ببینه بگه آها سه هزار نفر برگشتن و واقعا گمراه بشه این یک از نمونه هایی که با چطور میشه با آمار درست گمراه شد و گمراه کرد خب بریم سراغ فکچک های بعدی هنوز <applause> زیاد فکچک مونده این هفته دو تا فکچکم از ابراهیم رئیسی داشتیم یکی نادرست دادیم یکی هم گمراه کننده این هفته ماشاءالله گمراه کننده از یه سخنرانی زیاد. از یه سخنرانی بله اولی این بود که آقای رئیسی گفته بود آزادی های مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است که خب اینو نادرست دادیم ایشون روز 17 مرداد 1402 در اختتامیه 21 جشنواره ملی رسانه ایران گفتش که آزادی مشروع در جمهوری اسلامی تضمین شده است خب ما میدونیم که این واژه آزادی‌های آزادی های مشروع چند وقت مد شده بعد اینکه علی خامنه چند وقت پیش از قوه قضایی خاصش که آزادی های مشروع رو تضمین کنه بعدش اومد اون دادستان کل کشور هم در برای آزادی مشروع های حالا نوبت آقای رئیسی رسیده ولی خب همین طرح پشت سر همه این اتفاق خودش یکی از دلایلیه که میشه این رو زیر سوال بود چنان که اگر وجود داشت تو همون کانتکست جمهوری اسلامی هم آزادی مشروع وجود داشت آقای خامنه نمیمد از قوه قضایی بخواد که در واقع یه چنین چیزی رو بیاد رعایت بکنه پس یعنی تضمین نشده همین نشون میده که خود این قضیه تضمین شده نیست برخلاف اون چیزی که ابراهیم رئیسی میگه ولی حالا بریم ببینیم واقعیت در ایران چطوریه آیا وضعیت آزادی های حالا به مشروع چجوریه تضمین این آزادی ها در قانون اساسی به قوه قضایی تکلیف شده و رئیس شمول مطابق سوگندی که در قانون اساسی مندرجه و سوگندی که باید یاد کنه باید مدافع این آزادی ها باشه آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح، آزادی فعالیت حزبی، آزادی فعالیت های دینی و مذهبی، آزادی تعیین محل زندگی و انتخاب شغل و غیره و اینا در قانون اساسی اینا به رسمیت شناخته شده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ خیلی از این آزادی ها مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی فعالیت های دینی و مذهبی اینا در عمل محدود شدن حالا به شکل مختلف از جمله وضع قوانین جدید یا دخالت نهادهای نظامی امنیتی انتظامی و غذایی که خب بارها, بارها و بارها آزادی های شهروندان رو نقص کردند مثلا نمونه اخیرش الان ما حتما شنیدید که 90 هزار تن از معترضان بازداشتی در وقایع پاییز 1401 با عفو رهبری آزاد شدند خب این تعداد بازداشت 90 هزار تا عدد عجیب غریب و بزرگیه دیگه خب این مثلا نمونه آشکاری خب از نقض آزادی های شهروندان بازداشت و زندانی شدن ده ها روزنامه نگار فعال سیاسی، فعال دانشجویی فعال کارگری، معلمان اینا همه خب نشون میده که اون آزادی های به اسطلاح مشروع تضمینی براشون وجود نداره در ایران و در قوانین ایران به جز اینها خب تو بررسی ها و رنکینگ های مختلف بین المللی هم نهادهای های بین المللی ایران رو جزو کشورهای غیر آزاد ارزیابی میکنند و همیشه نمره ایران تو این زمینه بسیار بسیار پایینه و همیشه تو قهر جدوله همیشه در کنار کشورهایی مثل چین، کره شمالی، سوریه، کوبا، کوبا، اینجور کشورها همیشه ایران تو اون دسته بندیه. بنابراین با توجه به شواهد موجود و اون چیزهایی که ما داریم در واقعیت ایران میبینیم به این گفته ای آقای رئیسی میشه با اطمینان نشان نادرست داد رافر یکی از قسمت های بامزه این ماجرا داشتیم و آزادی های تصریح شده در قانون اساسی رو که داشتیم بررسی میکرده تو آزادی سفر هم حتی رایت نمیشه یعنی بخش عمده از جمعیت ایران بله بله با قوانین گذرنامه و قوانینی که برای زنان مخصوصا وضع شده و در جریانه بله. این هم وجود داره دیگه زن متعهل بدون رضایت شوهر نمیتونه سفر کنه گذرنامه بگیره به هر حال محدودیتایی براش وجود داره پشت گذرنامه هم نوشته دارنده این گذرنامه حق نداره به یه کشور خاص بره اینم پدیده جالبیه آره, آره. جالب. اسرائیل حق نداره که <applause> حتی آزادی سفرم هم دزمی شده نیست <applause> آره خب همونطور که رضا گفت ما دو تا فکت چک از رئیسی داشتیم این اینو که رد کنیم بریم به بعدی دومین فکچکی که از رئیس جمهور ایران داشتیم که تو همون سخنرانی هم مطرح کرد و این بود که میگفت جز افتخارات من اینه که تا امروز من از هیچ خبرنگار و رسانه ای شکایت نکردم ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم که حالا رضا توضیح میده که چرا گمراه کننده به خاطر اینکه خیلی ساده است حالا رئیسی میگه من شکایت نکردم اما دولت ابراهیم رئیسی و نهادهای دولتی سازمانهای زیر نظر دولت شرکتهای زیر نظر دولت وزارت خونه ها همه اینها تعداد زیادی شکایت تا از, از, مطبوعات و خبرنگاران ثبت کردند به طوری که صدای دادستان تهران هم در اومد که تیر ماه 1401 دادستان تهران رسما اعلام کرد که شکایت علیه اصحاب رسانه شکایت دولت علیه اصحاب رسانه 50 درصد افزایش یافته و مجلس هم بابت این افزایش به دولت ظاهرا تذکر داده بود از جمله سایت ها روزنامه ها و رسانه هایی که ازشون دولت شکایت کرده میشه به انصاف نیوز روزنامه اعتماد سایت انتخاب پایگاه خبری آفتاب رویداد 24 به اینها اشاره کرد اینها هم همشون از طریق دولت یا وزارت های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت یا حتی نهادهای وابسته به دفتر ریاست جمهوری اینا ازشون شکایت شده و به حال نشانی بهتر از گمراه کننده نمیشه به این گفته ابراهیم رئیسی حالا این نسخه خلاصه شده فکچک بود قطعا ما مطلب مفصل تری اینا رو با همه رو با جزئیات بررسی کردیم که لینکش در توضیحات این پادکست میاد خب از ابراهیم رئیسی بگذریم بریم فکچک چک هوافضایی این هفته هم داشتیم اولیش ادعای شاختار دیده شدن سفینه موجودات فضایی تو آمریکا بود که خب تو شبکه های اجتماعی دوباره یه منتشر شده به عنوان شنیده شدن صداهای عجیب در یکی از ایالت های آمریکا و دیده شدن سفینه موجودات فضایی آقا فراد به ما بگو چرا این ادعا شاخ داره آره خب تو این چند هفته این قضیه موجودات فضایی و یوفا و این صحبت ها اینا خیلی داغ شده همه جا خب خیلی از حساب ها و کانال های تلگرامی و حساب اینستاگرامی هم از این قضیه سو استفاده میکنن همه جای دنیا خب به ایران هم رسیده و ترجمه شده خب این ویدیویی که داریم درباره صحبت میکنیم چیزی که نشون داده میشه یه در یک کنار یه جاده برفیه عده زیادی آدم از ماشیناشون پیاده شدن و به آسمون دارن نگاه میکنن خیلی ها دارن فیلم میگیرن با موبایلاشون آسمون ابری گرفته است ولی ما در ابر یه نقطه نورانی میبینیم که کم کم داره ظاهر میشه و خیلی آروم داره روشن میشه خیلی ویدیوی کوتاهه و یک صدای خیلی عجیب خاص خیلی چجوری توضیح بدن حالت صنعتی انگار داره تو فضا پخش میشه و که البته برای من و رضا این صدا آشناست خاطر است <تصح> 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 قبلا هم یه خاطره از یه فکچکی ما داشتیم که شاید بعضیتون یادتون باشه چند وقت پیش چند سال پیش از سال چهار سال پیش یه فکچکی یه, یه شایعی بود و یه ویدیویی داشت دست به دست میشد در شبکه اجتماعی به اسم صدای شنیده شدن صدای عجیب در آستارا اینو اگر گوگل بکنید می... یادتون میاد میبینید دقیقا عین همون صدا رو داریم میشنویم یعنی گذاشته شده روی این ویدیو خلاصه جستجوهای ما نشون میده که این تصویری چربتی به آمریکا نداره اولا تو اوکراین ضبط شده ما این رو از روی پلاک ماشین ها تونستیم بفهمیم که این ویدیوها تو اوکراینه حداقل یک سرنخی به ما داد و خب بر اساس این سرنخ و سرچ کردن ویدیو در موتورهای جستجو فهمیدیم که این بخشی از یه ویدیویه که آخرین فروده هواپیمای آنتونوف 225 رو در 5 فوریه 2022 در نزدیکی اوکراین نشون میده. ویدیوی اصلی که منتشر شده نشون میده که اون چیزی که داره به عنوان صدای عجیب در این ویدیو بهش اشاره میشه اصلا ارتباطی با تصاویر نداره و صداگذاری شده و اینا هم همون صداییه که زمان صدای عجیب در آستارا پخش شده بود حالا آقا فراد شما گفتی این صدا رو چجوری میتونیم توضیح بدیم خیلی ساده از آقا افشین خواهش میکنیم که الان که این جمله تموم شد صدا یادم نبود من نزدیک بود صداشو با دهن در صدا رو ترسیم کنم فکر بکنم این کار نکنم رای برحال خب ما به این ادعا حالا آقا افشین صدا رو بذار الان بشنویم <applause> خب این صدا به ما به این ادعا شنیده شدن صداهای عجیب در یکی از ایالت آمریکا دیده شدن سفینه موجودات فضایی نشانی بهتر از نشان شاخدار نمیتونستیم بدیم حالا که تو فضا و این صحبت ها داریم میچرخیم آخرین فکت چکمون رو هم بگیم که درباره مربوط به فضا و ماهواره این ادعا درباره رصد عبور قطار ماهواره های در آسمان ایرانه تو شبکه اجتماعی پست به همراه یک ویدیو منتشر شد با عنوان اینکه رصد پیمایش ماهواره های در آسمان مشهد اون چیزی هم که تو ویدیو داریم میبینیم یه آسمان شب و تعداد زیادی نقطه نورانی رو میبینیم که سرعت قطار خیلی منظم کنار هم دارن حرکت میکنن با یه سرعت خیلی ثابت به نظر خیلی عجیب میاد چون معمولا ما همچین سحنایی رو ندیدیم و به نظرمون ساختگی ممکنه بیاد ولی توضیحاتش جالبه که رضا توضیح میده قصتش چیه بله این ویدیو ما بهش نشانه درست دادیم حالا به این موضوع این ویدیویی که حالا پخش شده بود توی تاریخ 24 می 2019 توی هلند تهیه شده بود و اون چه که در تصویر دیده میشه همون قطار ماهوارهای استارلینک همون ماهوارهایی که قرار دسترسی به اینترنت پهن باند رو در برای نقاط دورافتاده و نقاطی که محدودیت دسترسی دارن تو جهان امکان پذیر بکنه تعداد ماهواره های خیلی زیاده شرکت اسپیس اکس که برای آقای ایلان ماسکه برای این پروژه تا الان توی 95 پرتاب موشکی در مجموع 4828 ماهواره رو توی مدار زمین قرار داده که قرار این تعداد چند برابر بشه و برای انجام این کارم یه محفظه ای طراحی کردن که با هر پرتاب ده ها ماهواره به آسمون میفرستن این ها بعد از رسیدن موشک به ارتفاع معینی رها میشن و بعد از هر کدومشون بعد از یه مسافتی پشت سر هم به سمت مدارهای خاص خودشون مدارهایی که برایشون در نظر گرفته شده هدایت میشن بعد این صفحه خورشیدی این ماهواره ها باز میشه و ما میتونیم از روی زمین در واقع بازتاب نور خورشید رو روی این صفحه خورشیدی ببینیم یه سایت هایی هم وجود داره که دقیقا با استناد به اونها میشه رفت مشخصات و مختصات دقیق محل عبور این ماهواره ها رو دید و از وضعیتشون مطلع شد این ماهورا از رو ایران هم رد میشن رو معشد هم رد میشن و در نتیجه ما هم به این ادعایی که تو شبکه های اجتماعی مطرح شده بود در خصوص امکان مشاهده ماهورای استارلینگ از آسمان ایران بدون چشم مسلح نشانه درست دادیم اتفاقا این یه چیز جالبی که یکی از دوستانی که در کار نجوم و خیلی علاقه منده به یعنی منجم آماتوره میگفت که این صدای خیلی از منجما رو در این حرکت این ماهواره ها به خاطر اینکه کل برنامه ریزی رو به هم می ریزه و اصلا باعث میشه که خیلی باعث در محاسباتشون اشتباه بشه و اصلا قصه کارا قل... رو خراب میکنه آره و بعضی از عکاسانه که از آسمان شب عکس میگیرن هم از این قضیه شاکی هن. مثل که میرن تلسکوپ ها رو کرایه میکنن پول زیادی هم میدن بعد که میرن یه چیزی رو رسد بله. رسد بکنن یه و زرتی از این ماهواره استالین قطارش رد میشه کلا پولش <applause> آره. اینا ها رفته دوباره باید برن یه وقت دیگه ای آره این،, این یه بحثه و همونجور که گفتی الان سایت هایی که وجود داره که میشه محل گذشتن این ماهواره ها رو فهمید و حالا ما اینجا بهشون اشاره نکنیم ولی تو مطلب اگر برید رو سایت میتونید لینک اون سایت ها رو ما گذاشتیم و میتونید دسترسی داشته باشه اگه کسی علاقه من بود فکچک های فک چک... فک این هفته تموم شد دیگه فکچک های اصلی بله تموم شد دیگه خب خسته یه دونه دیگه هم بود من خیلی سریع بگم حالا که تو فضا و سفینه و اینا بوده یه <تص> پست تلگرامی دیدیم که حتما جایی دیگه هم پخش شده من تو یوتیوب هم دیدم که چند ماه پیش پخش شده یه میگن که ناسا کشف کرده که یه شهر تو رو مریخ پیدا کردن بعد تصویری که نشون داده میشه یه تصویریه که حالا در واقع هواییه و یه چیز نیم دایره شبیه یه شهری داریم ببینیم که نیم دایره در یه فضای کویری شبیه مریخ ولی خب این عکس این فیلم در واقع تصویری از جشنواره برنینگ که هر سال در ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه حالا جزئیاتش رو گوگل بکنید میبینید چرا این قصه این شکلیه تو کویر جمع میشن هر کی ماشین خودش رو میاره و در واقع اون شهری که ایشون میگه ردیف این ماشیناست که به صورت نیم دایره دور یک ف... در یک فضای بزرگی چیده شدن این حالا همجور خلاصه بگم شهر آره. نشده در مری <تص> آقا ها. این هفته اگه موافق باشین کامنت ها رو نخونیم چون خیلی وقتمون شده. کم و محدوده فقط یه کامنت من دلم نمیاد نگم اونم کامنت دوستمون بود که هفته پیش ما اون توضیحات اول پادکست رو ندادیم بهمون تذکر داده بود که چرا اون توضیحات رو ندادین همیشه همه میگن آقا نگین اول <تصفح> <تکرون> نگی اول پادکست تکرار نگی ولی دوستمون کامنت گذاشته بود با... ما مثل مولا نصرالدین شدیم و اون قضیه که خره و با پسرش هر کار میکرد یکی یه ایرادی میگرفت اگه خودش نشسته بود رو خر پسرش را میرفت یکی میگفت خجالت بکش بچه داره راه میره اون یکی بچه رو میذاش رو خر میدونی دیگه جعینشو یا باید بگم همه رو آخه دیدم آقا رزا چی واکنش نشون نمیدی گفتم شاید نکن نشنیدی این قضیه رو نه نه خلاصه من میخواستم بگم که شدیم مثل اون قضیه هر می کار بکنیم یکی ایراد میگیره آقای محسن برامون این کامنتو نوشته بود آقا محسن چشما این هفته گفتیم با اینکه قدم سرمون شلوغ بود این هفته توضیحات اول پادکست رو گفتیم نه وقتی هم میگیم هم دعوامو میکنن چند نفر میخوای نظر سنجی خواهش کنیم برایمون کامنت بذارن که توضیحات اول پادکست رو نه نمیخواد آقا نه به کافی کامنت ها بریم آقا بریم زیاد توضیحات شده. آخر پادکست رو آه... کسی نمیگه نگیم بگو آقا آره توضیحات پادکست چون دیگه اینجا قطع میکنن احتمالا ولی اگر قطع نکردید و دارین میشنوید هنوز ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید نظری درباره کار ما داشتید درباره اینکه توضیحات اول پادکست رو بگیم یا نگیم میتونید در کست باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام توییتر و ترتس برامون کامنت بذارید قطعا خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که پادکست بهش گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو هم در تلگرام و در کانال یوتیوب هم منتشر میکنیم هر هفته هم لینک مطالب رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید بیشتر بخونید راحت بهش دسترسی داشته باشید این نشانهایی هم که بهشون اشاره میکنیم رو هم تعریفشون رو یه لینکی اونجا داریم در توضیحات پادکست قرار میدیم تو این هفته اخیر که اگر میخاین بدونید تعریف شاخدار چیه، گمراه کننده چیه، میتونید اونجا ببینید. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تهیه کننده پادکست نامم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از fakename.com وقتتون بخیر و خداحافظ. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.